مثل خیلی از کشورهای دیگه تو دنیا ورود فوتبال به ایران از تاثیرات استعماری غرب و انگلیس هن. اما این ورزش چنان در روش اقتصادی اجتماعی کشور تنیده شده که به قول فرانکلین فوئر در کتاب چگونه فوتبال دنیا را توصیف می کند تاریخ ایران مدرن را می توان با استفاده از تاریخ فوتبال ایران توضیح داد. کشورهای غربی بر معرفی ورزش به ایران تاثیر بسزایی داشتند. و بانی پیشرفت و ترقی اون رضا شاه بود که در اکتبر 1925 به سلطنت رسید. فوری می نویسه که او مردان را مجبور کرد تا رداهایشان را به دور بیاندازند و کت و شلوار غربی برتن کنند. برای ایجاد یک کشور مدرن او به مردان مدرنی احتیاج داشت که ارزش بهداشت رقابت های مردانه و همکاری را بیاموزند. رضا فهمید که فوتبال میتونه به نهادینی کردن ارزش‌های غربی کمک کنه. ورزش برای اون نماد مدرنیته بود تا جایی که دستور داد مسجدها رو از بین ببرن و زمین فوتبال رو جایگزینش کنن. در سال 1947 فدراسیون ملی فوتبال در دوره سلطنت محمد رضا شاه پهلوی پسر رضا شاه تأسیس شد. محمد رضا شاه به ورزش علاقه داشت. و اون رو یک سرگرمی پرهیجان و لازم میدونست که فراتر از ابزاری برای گسترش مدرنیته عمل میکرد. در دهه 1960 و با آغاز پوشش های تلویزیونی فوتبال بیانگر شور و شوق مردم ایران شد. ورزش برای مردم ابزاری آرمانگرایانه بود که آن را به دنیای غرب نزدیک میکرد و تیم ملی فوتبال هم از این قاعده مستثنا نبود. تیم ملی ایران سه بار پیاپی در جام ملت‌های آسیا برنده شد. سال‌های 1968 1972 و 1976 اما اولین پیروزی که لحظه تاریخی را برای ایران برمغان آورد فینال جام 1968 بود این فینال در ایران برگزار شد و بسیاری از همسایه عربی به دلیل جنگ شش روزه اسرائیل در سال 1967 این مسابقات را بایکوت کردند. ایران به مسافه اسرائیل رفت. اسرائیل با جمعی از هواداران ایران مواجه شد که شعارهای ضد یهود سر می‌دادند. هوشنگ شهابی مورخ می‌نویسد که پیروزی دو که ایران فوتبال را به پدیدهی فراگیر در این کشور بدل ساخت. بعد از آنکه انقلابیون در سال 1979 به قدرت رسیدند، فوتبال را حاصل برنامه های مدرنیزاسیون دانستند که توسط رضاشاه اعمال شده بود اگرچه موفق شده بودند که از رشد فرهنگ پاپ و انواع سرگرمی ها ممانعت به عمل آورند اما به زودی متوجه شدند که تلاش برای سرکوب فوتبال به معنای از دست دادن آن گروهی از مردم است که برای استوار ساختن حکومت به پشیبانیشان نیاز دارند چون فوتبال در دل تمام مردم ایران رخنه کرده بود با این وجود در طول هشت سال جنگ با عراق که از سال 1980 آغاز شده بود دولت ایران حمایت کمی از تیم فوتبال کرد علاوه تمام باشگاه های فوتبال ملی شدند و مسابقات فوتبال با تاخیر و سانسور از تلویزیون پخش می شد. و حتی تماشای فوتبال برای زنان ممنوع اعلام شد این محدودیت‌ها ها در پایان مسابقات راهیابی به جام جهانی در سال 1998 سرریش شدند تیم ملی بعد از بازگشت از ملبورن به ورزشگاه آزادی رفت و در آنجا با استقبال هزاران مرد و زن مواجه شد. چند ماه پیش از بازی فینال با استرالیا انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شد. ناطق نوری کاندیدای محافظ کاران به پیشکسفتان کشی برای حمایتشان دل بست اما روحانی اصلاح طلب محمد خاتمی که اعلام کرده بود اسلام می تواند با ارزش های آزادی خواهانه همزیستی داشته باشد حمایت ستارگان فوتبال را جلب کرد به عقیده خاتمی ورزش یک پدیده ذاتا مدرن بود او نیز همچون بسیاری از مردم ایران ورزش را وسیله برای برقراری پیوند با غرب و فرهنگ پیشرو میدانست خاتمی پیروز انتخابات شد ایران برای حضور در جام جهانی 1998 مجبور شد بر بازی آخر با استرالیا تکیه کنه. بازی که تنها امید ایران برای حضور در جام جهانی شد. یه لحظه سب کن. اگه تو اینجای ویدیو همراهمون بودی لطفا این ویدیو رو لایک کن و یادت نره که حتما کانال ما رو سبسکرایب کن. تیم ملی که در اون زمان حمایت و کنترل همه جانبه از سمت خاتمی داشت مربیگری تیم ملی را به سرمربی برزیلی والدیه راویه را واگذار را کرد. این اولین بار بعد از زمان شاه بود که یک مربی خارجی انتخاب می شد. گولد بلت می نویسد این آشکارترین پیام اعتدال از سوی حکومت بود و بازی که به حماسه ملبورن شهرت یافت. بعد از آن ایران در فرانسه با آمریکا همگروه شد. اگرچه ایران نتوانست به مرحله بعد راه یابد اما برد دو بر یک در مقابل دشمن دیرینه یعنی آمریکا شور و شعف در تهران را به همراه داشت با این وجود فایر گزارش می دهد که تلویزیون ملی ایران از نشان دادن تماشاچیان حاضر در استادیوم در جام جهانی خودداری می کرد با این وجود سالها بعد از جام جهانی 98 فوتبال هنوز هم یک ابزار سیاسی در کشور محسوب می شد محمود احمدی نژاد که بعد از خاتمی در سال 2005 به ریاست جمهوری رسید از جایگاه منحصر به فرد فوتبال در جامعه آگاه بود در واقع بلا فاصله بعد از اینکه به مسند قدرت دست یافت دستور داد تا زنان نیز بتوانند در ورزشگاه ها حضور داشته باشند دستوری که با مخالفت های زیادی همراه شد و نهایتا مجبور به لغو آن شدند علیرغم تلاش های اولیه برای حمایت احمدی نژاد از فوتبال فوتبال همچون گذشته به عنوان ابزاری برای بیان مخالفت مورد استفاره قرار گرفت مخالفتی گسترده با دولت احمدی نژاد با این وجود احمدی نژاد حتی برای حفظ ظاهر به حمایت و سرمایه گذاری در تیم ملی فوتبال ایران پرداخت و قبل از بازی های مقدماتی جام جهانی مقابل کره جنوبی در اکتبر 2012 بازیکنان را مورد خطاب قرار داد و در سالهای اخیر هم با موفقیت های تیم ملی پاداشهایی برای بازیکنان در نظر گرفته شد اما مهاجرانی که در جام جهانی 1978 آرژانتین با تیم ملی ایران در آن شرکت کرده بود گفت در دوران ما که جام جهانی رفتیم یا قهرمان جام ملت ها شدیم پاداشی نگرفتیم و مثل الان که حواله ماشین یا پول گرفتند نبود ما از جام جهانی که برگشتیم انقلاب رخ داد آقای و حسینی و آقای فکری سازمان ورزش را در دست گرفتند. پول فیفا آمد به حساب سازمان ورزش و در اختیار آقای فکری بود. خدا بیامرز پول را بین تیم‌های دست دوم تقسیم کرد. مثل تهران جوان که دست خودش بود. اما به هر حال بازیکنانی که از جام جهانی برگشتن پول و پاداشی دریافت نکردند. آن زمان نه پولی بابت قرارداد می‌گرفتند. و نه از موفقیت در رسیدن به جام جهانی یا موفقیت در جام ملت‌ها یا المپیک چیزی به آنها نمی رسید. اما با گسترش فوتبال و افزایش دستمز ها پاداش های بازیکنان نیز افزایش پیدا کرد تا همین چند وقت پیش هم که خبر وارد کردن ماشین توسط بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران موجی از انتقادات را میان مردم به وجود آورد مردمی که سالها باید در صف خرید یک خودروی بیکیفیت داخلی بمانند اما چرا چنین پاداشی برای بازیکنان در نظر گرفته می شود. مردم سایر پارشایی که بازیکنان تیم ملی در مدت زمان سوید به جام جهانی و بعد از آن دریافت کردن را جمع میزنند و با یک حساب کتاب ساده متوجه می که پاداش این بازیکنان از کل درآمد سالیانه و یا حتی چند سال آنها فراتر می رود. به طور متوسط اعضای تیم ملی بابت هر برد خارج از خانه در مقدماتی جام جهانی 5500 یورو و بابت برد در داخل خانه 3500 یورو دریافت کردند که این رقم ها به صورت کامل توسط رئیس فدراسیون وقت یعنی عزیزی خادم تصفیه شد ایران در آن برهه در مرحله اول مقدماتی از سه بازی در منامه سه برد به دست آورد و در مرحله دوم مقدماتی از 9 بازی صاحب 8 برد و 1 تصاوی شد یعنی بازیکنانی که در رسیدن ایران به جام جهانی نقش داشتن رقمی حدود 41 هزار یورو تقریبا دو میلیارد تومان با نرخ فعلی ارز دریافت کردن خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه همون بودیم میتونین نظراتتون رو در مورد این ویدیو زیر همین ویدیو کامنت کنید و اگر موضوع خاصی مد نظرتونه که میخواین به تحلیل و بررسیش بپردازیم زیر همین ویدیو برامون کامنتش کنین. در آخر ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و یادتون نره که حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید